بچه توی این آموزش قرار یاد بگیریم که چجوری ویدیومون رو سرعتش رو تغییر بدیم، حالا یا سرعت خیلی تند بشه یا اینکه سرعتش رو خیلی کند بکنیم که همون اسلو موشن میشه. بچه ابزارهایی که اینجا هست اصل کاریاش رو در واقع توضیح دادیم که برای اکثر ویدیوها حتما باید ازشون استفاده بکنیم و حتما به کارمون میان. یه سری ابزارهای دیگه هست که اینجا خیلی کاربردشون کم هستن، ممکنه روی سری ویدیوهای خاص به کارمون بیاد که حالا من اینا رو هم در موردشون صحبت میکنم که هر موقع بخواین یا برای مثلا ویدیوهای خاص بخواین استفاده بکنین. یکیش همین تغییر سرعت ویدیو هستش که حالا آیکونایی که پایین هستش تا پیش ابزار کات صحبت کردیم. ابزار بعدی اسپلیت کردن هست که حالا من به صورت کلی چند تا از ابزارهایی که کاربرد کمی دارن رو تو آموزش بعدی براتون آموزشش رو ضبط میکنم. آیکون حالا بعد از کیتی که حالا اسپلیت هستش که در موردش توی کات کردن صحبت کردیم، گفتیم که هر موقع می‌خوایم یه قطعه ویدیو رو به دو قسمت یا سه قسمت تقسیم بکنیم میتونیم از اسپلیت استفاده بکنیم. آیکون بعدی سطل آشغال هستش که حالا هر در واقع قسمتی که بخوایم حذف بکنیم رو از قسمت تایملاین روش کلیک میکنیم و آیکون سطل آشغال یا دیلیت رو میزنیم و اون رو حذف میکنیم. آیکون بعدی مربوط به در واقع ولوم هستش که حالا میتونیم صدامون رو افزایش بدیم یا صدامون رو کاهش بدیم، میزان صدامون رو که از این قسمت همونجور که میبینین مثلا من الان اینجا صدا رو افزایش بدم یا این قسمت، میتونیم درجه صدا رو در واقع تنظیم بکنیم. اینجا قسمت تا عدد 100 که صدای عادی هستش و اگه بخوایم خیلی صدا رو بلند بکنیم از 100 بیشتر میتونیم دوباره صدا رو افزایش بدیم که من اینجا صدا رو کم میکنم که با صدای خودم تداخل نداشته باشه. پس این از قسمت مربوط به ولوم صدا یا کم و زیاد کردن صدا هستش. اما حالا بحث اصلی که تو این ویدیو داریم بحث اسپید هستش که حالا کم و زیاد کردن سرعت ویدیو یا سرعت دادن به ویدیو یا در واقع حالت اسلو موشن دادن. خب روی آیکون بعدی که حالا یه نیم دایره هستش آیکون اسپید کلیک میکنیم. اینجا بچه ها رو حالت 1.2.0 ضرب در رو حالت طبیعی هستش که حالا سرعت پخش طبیعی هستش که حالا من اینجا براتون تغییر میدم که حالا تغییرات رو ببینیم به چه صورت هستش. اگه از قسمت 1 به سمت راست بریم خب سرعت ویدیو بیشتر میشه و اگه از قسمت در واقع 1 به سمت چپ بریم، لغزنده رو به سمت چپ ببریم، سرعت ویدیو کم میشه و یه چیز تو مایه اسلو موشن میشه. خب الان اول سرعت ویدیو خورده زیاد بکنم ببینیم به چه صورت هست و در آخر هم که سرعت ویدیو براتون کم میکنم. الان رو حالت طبیعی هستش، گزینه در واقع عدد 1 هستش. حالا من سرعت رو این قسمت رو تغییر بدم و پلی. خب همونجور که دیدین سرعت ویدیو خورده زیاد شد. از این حالا در واقع قابلیت بیشتر حالا افرادی که مثلا تو سالن‌های زیبایی هستن برای اینکه مثلا بخوام قبل و بعد کارشون رو به کاربر نمایش بدن یا به افرادی که تو اینستاگرام هستن پست بذارن براشون، طرف ممکنه حالا بخواد اون کارش رو روی مشتری انجام بده یه ساعت دو ساعت زمان ببره، میتونه دوربین رو تنظیم بکنه یه ویدیو بگیره و با این قسمت اسپید اون رو سرعت تند بذاره که مخاطب ببینه که مثلا چه کارهایی براش انجام دادن که به صورت حالا سرعتی پخش میشه و میتونه حالا تو یه دقیقه یا دو دقیقه این رو تنظیم بکنه. خب من 3 بذارم که با سرعت رو ببینیم به چه صورته. خب همونجور که میبینید سرعت رو هرچی این لغزنده رو به سمت راست ببریم سرعت پخش ویدیومون بیشتر میشه. حالا من اینو روی عدد استاندارد برمیگردونم. خب همونجور که دیدین پخش روی عدد استاندارد هستش و به صورت استاندارد پخش میشه. اگه اینو من سمت چپ ببرم خب اسلو موشن میشه، آهسته میشه. خب همجور که دیدین صدا حالا تغییراتی که روی در واقع حرکت ویدیو روی صدا اعمال میشه رو میتونیم با این قابلیت اصلاح بکنیم. حالا بخوایم ویدیومون رو تند بکنیم یا که بخوایم حالا سرعت ویدیومون رو افزایش یا کاهش بدیم میتونیم از این قابلیت استفاده بکنیم. البته پیشنهاد نمیکنم قابلیت رو همه جا استفاده بکنیم چون ممکنه برای مخاطب زننده باشه و مخاطب خسته بشه از این حالت خیلی آهسته یا حالت خیلی تند. نه در ویدیوهای خاصی که حالا بستگی به خلاقیت خودتون داره که کجا استفاده بکنید. خب بعد از این که حالا تغییراتمون رو صدا اعمال کردیم که هم این تیک رو میزنیم.